سلام به شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از افشاگری مسعود امینی، ترانه سرای جنجالی، از صاحبان اصلی شبکه من و تو و هدفشون از انتشار خبر تعطیلی. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. همونطور که همه شما میدونین، توی هفته‌های گذشته مدیران شبکه من و تو بیانیه‌ای دادن و در مورد احتمال تعطیلی من و تو در روزهای آغازین سال 2024 گفتن. خبری که باعث ناراحتی و دلواپسی طرفداران زیاد این شبکه شد. طرفدارانی که با انواع مستندها و برنامه‌های علمی و تاریخی این شبکه چیزهای زیادی رو یاد گرفته بودن، مخصوصاً در مورد دوره پهلوی. خیلی ها برای صفحه اینستاگرامی شبکه من و تو پیغام دادن که ما تاریخ ایران رو با شما یاد گرفتیم، ما همه لحظات رو با شما گذروندیم، اگر شبکه شما تعطیل بشه ما کلن دیگه هیچ شبکه ای رو نگاه نمی کنیم. ما که بعد از اومدن شبکه من و تو دیگه تلویزیون ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو نگاه نکردیم و خبرهایی که میگه همه چیز گل و بلبله، همه چیز خوبه و ایران بهترین کشور در دنیاست و بسیار به فکر مردم خودشه و این همه سال دروغ به ما تحویل میداد رو شناختیم و فهمیدیم که باید چیکار کنیم. این شبکه که بعد از 14 سال اعلام کرد که فعالیت خودش رو میخواد متوقف کنه، نقش بسیار زیادی در روشنگری‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعی داشته و بسیاری از طرفداران حکومت جمهوری اسلامی این شبکه و شبکه ایران اینترنشنال رو از عوامل اصلی به وجود اومدن اعتراضات سراسری در ایران میدونن و اونها رو رسانه‌های برانداز مینامند. توی بیانیه‌ای که به امضای کیوان و مرجان عباسی، بنیانگذاران و مدیران این شبکه در 13 نوامبر یعنی 22 آبان منتشر شد، به طور قطعی به تعطیلی شبکه اشاره نشده بود، اما در اون نوشته شده بود که این شبکه با مشکلات مالی مواجه شده. تا ماه ژانویه سال آینده این شبکه تعطیل میشه. بخش ماهواره‌ای تلویزیون من و تو که از اکتبر سال 2010 شروع به کار کرد که محور اصلی برنامه‌هاش هم تولید برنامه‌های سرگرم کننده بود و خیلی زود جای خودش رو در بین مخاطبین و مخصوصاً مخاطبین داخل ایران باز کرد. برنامه‌هایی مثل بفرمایی چام، آکادمی گوگوش، استیج و چند نمونه از برنامه‌های سرگرم کننده دیگه که در رسانه‌های فارسی زبان همتا نداشتن. مخصوصا از زمانی بسیار پرطرفدار شد و سر و صدا کرد که آرشیو صدا و سیما از این شبکه سر در آورد. در پخش نسخه با کیفیت برنامه‌های تلویزیون مخصوصا در دوران قبل از انقلاب و تولید برنامه‌های تاریخ‌سازی مثل تونل زمان کمک ویژه‌ای کرد و باعث شد که طرفداران این شبکه از همه اقشار و از سنین مختلف باشند. هرچند که بعد از اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همه سعیش رو کرد که با این شبکه رقابت کنه، اما موفق نشد. صدا و سیما مجموعه آثاری مثل در برابر طوفان رو که اقدامی واکنشی در مورد کارهای منفی دوره پهلوی و شکنجه ها و کارهای ساواک بود رو ساخت، اما بیننده ای نداشت. بعد از راه اندازی شبکه ایران اینترنشنال که یک شبکه خبری فارسی زبانه، بسیاری از مجریان مخصوصا مجریان بخش خبر من و تو به این شبکه رفتن و خیلی ها دلیل تعطیلی این شبکه رو این مسئله میدونن. اما این شبکه فعالیت‌های خودش رو فقط به تولید برنامه‌های سرگرم کننده محدود نکرد و ساخت مستندهای تاریخی و برنامه‌های خبری و سیاسی و اجتماعی زیادی رو در برنامه‌های خودش گنجوند که باعث شد مخاطبینش روز به روز بیشتر بشن. بعد از اون اما در فضای مجازی و در بین مردم شایعه‌ها و حواشی و جنجال‌های زیادی در مورد تعطیلی این شبکه به وجود اومد. خیلی‌ها از وابستگی اون به دولت انگلیس گفتن و بعد از دستور اسرائیل برای تعطیلیش، عده‌ای هم در مورد این گفتن که قرار کیوان و مرجان عباسی به لس آنجلس برن و شبکه مخصوصی رو با ریاست و نظارت مستقیم شاهزاده رضا پهلوی دایر کنن. مردم هم در این زمینه پیشنهادات و واکنش‌های زیادی داشتند. توی فضای مجازی و صفحه اینستاگرام من و تو، مردم در پی روش‌هایی بودند برای جلوگیری از بسته شدن شبکه مورد علاقه‌شون.
که البته اصلی ترین راهکار رو کمک مالی به این شبکه عنوان کردند. بعد از جنجال‌ها و حواشی زیادی که برای این شبکه ساخته شد و هر روز اون رو به یک حزب و گروه و کشور و دشمنی نسبت می‌دادند، آقای کیوان عباسی با انتشار پستی نوشت فقط یک مغز بیمار و بیکار می‌تونه پنتاگون، جامعه بهایی‌های کانادا، اسرائیل، خانواده هاشمی و جمهوری اسلامی رو همه با هم اسپانسر من و تو بدونه. چند تا اسم دیگه هم قاطیش می‌کردین. خب تا به حال فکر می‌کردم فقط رسانه‌های جمهوری اسلامی و ارتش سایبری در صدر بیماران متوهم و داستان پرداز هستند. بسیاری از شما در روزهای اخیر پرسیدین که چرا آگاهی بیشتر از برندهای بزرگ نداریم. شاید عده‌ای در جریان نباشند که به دو دلیل آگاهی توسط کمپانی‌های بزرگ در منوتو امکان پذیر نیست. 1. جمهوری اسلامی در سال 1395 تبلیغ کالا در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر مجاز رو ممنوع کرد و جلوی این کار رو گرفت. از طرف دیگه با بالا رفتن تحریم‌ها، برندهای بزرگ خارجی به طور رسمی در ایران اجازه فعالیت نداشتند. هر کدوم از این دو مشکل هنوز حل نشده و به همین دلیل سال‌هاست که فقط شرکت‌های خارج از ایران که در ایران فعالیتی ندارن میتونن به ما آگاهی بدن. فقط فکر کنید اگر این محدودیت ها نبود چقدر تبلیغات میتونستیم از شرکت های داخل ایران و شرکت های خارج که میخواستن به بازار ایران برای فروش کالا راه پیدا کنن داشته باشیم. حالا در روزهای گذشته و بعد از گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد دلیل اصلی تعطیلی شبکه من و تو، مسعود امینی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی، حرف‌های جنجالی در این مورد زده که با هم ویدیوی ایشون رو می‌بینیم. اتفاقی نمیتونست بیفته. کیوان عباسی عزیزم مثل بچه برادرمه، فرزند فیروز عباسی که من و تو رو مدیریت میکنه و پیش از اینکه من به لاس وگاس برم، همین چند روزی ها هفته قبل با فریبال جان با هم یه قرار داشتیم نهار بخوریم، به من گفت مسعود الان یه ساختمونه گرفتیم، تلویزیون من و تو رو دارن میارن لس آنجلس و منتظر 48 تا بچه‌ای که اونجا کار میکردن ویزاهاشون آماده بشه که همه بیان. حالا شما نگاه کنید، اینا همه خونه میخوان، زندگی میخوان، ماشین میخوان، اینا میلیون ها خرج این تلویزیون بوده تا الان و نیز همینک این چنینه. MI6 انگلیس، پنتاگون امریکا سرمایه گذاران اصلی این تلویزیون هن. حالا مدیریتش که ایمان میکنه فریبورد جان مدیریت میکنه از اینجا با ذهنیت فریبورد عباسی. خیلی از برنامه هایی که شما فکرشو نمیکردین، مثلا آقای ثابتی استواک یا یه دوره با شاهزاده رضا پهلوی فریبورد عباسی اومد تلویزیون آزادی رو انداخت که ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.